حالا بحث ما هست دیفرانسیال تام مشتقلگیری توابع زمینی و ماتریکس و دیترمینانت یاکوبی. معمولا دیترمینانت چی یاکوبیان میگه ما کوشش میکنیم دیترمینانتش. اجالتا دیفرانسیال تام چی هست؟ اگر ما یک توابع داشته باشیم دو متحوله بهتر از توابع به این شکلی دی حالتش اگر نوشته کنیم اف x و y آن اینه دیفرانسیالی تومشنه ما دی زید که نوشته میکنیم دی زید نوشته میکنیم مشتق زید نظر به x دی x جمع مشتق زید نظر به y دی y. ما در توابع یک متحول هم دیفرانسیال داشتیم دی اکس و دی وای دی راست است اینا را به نام مشتق دیفرانسیال های اکس و وای متحولی اکس و وای میگویند ولی اینجا ما میبینیم که از مشتق قسمی توابع استفاده میکنیم این همین توابع دیفرانسیالی توم گفته میشه یعنی دیفرانسیال کامل. دیفرانسیال کامل چی کار می آید در محاسبات ریاضی مخصوصا بحث معادلات دیفرانسیال یا معادلات تفاضلی دیفرانسیال توم خیلی جایگاه مشخصی داره. همچنین اگر دیفرانسیال توم یک توابع داده شده باشه توابع دو متحول رو می تونه احیا کنه. به هر صورت چون درسی که ما داریم تنها بحث دیفرانسیال توم است ما رأسا مثال تطبیق می کنیم. این مثالی اول نوشته میکنیم زید مثل دی میشه اکس مربع منفی هشت وای مکعب جمع اکس مثبت وای جمع نو. یعنی یک توابع بسیط نوشته میکنیم. فرض کنیم این سوال امتحان باشه دی زید میگه چند است؟ یک جز داره. شما یه تابع داده شده دیفرانسیال تومشو بنویسید. دیفرانسیالی تومش چی تو نوشته میگن؟ اول نه مشتق نظر به زید میگیرین باز مشتق نظر به وای میگیرین دین همین رابطه جا به جا میکنین. بیاین اول مشتق نظر به اکس میگیرین نوشته میکنم باشین که با قلم دیگه نوشته کنم مشتق نوشته میکنم مشتق زید نظر به اکس. حالا هر کس از شما میفهمه مشتق زید نظر به اکس چند میشه؟ دو اکس. ای چند میشه؟ صفر. ای مشتق اکس چند میشه؟ یک. این ایشون و مشتق زید نظر به وای نظر به وای چند میشه؟ منفی 24 وای مربع منفی یک. این دو مشتق پیدا شد. حالا ما دیفرانسیالی توم میشه مینویسیم. دیفرانسیالی توم میشه اول میشه که فرمولش رو نوشته کنیم. این اول نوشته میکنیم مشتق نظر به اکس دی اکس جمع مشتق نظر به وای دی وای. حالا این مشتق نظر به اکس رو بگیریم اینه گرفتیم پس این رو نوشته میکنیم دو اکس جمع یک اینه دی اکس. حال دیگهش مشتق زید نظر به وای اینجا نوشته میکنیم منفی 24 وای مربع منفی یک اینه ای هم شد دی وای. اینه همی عبارت از مشتق عبارت از دیفرانسیال توم میشه. دیگه هیچ الگوی مشخص بیشتری این نمیتونه داشته و ما فقط دیفرانسیال توم یعنی مشتقش نظر به اکس میگیریم نظر به وای میگیریم به تابع جا به جا میکنیم ده فرمول این ای فرمولش این دیفرانسیال تومش به بس خلاص. به اینجا گفت ما از این بحثی ما هیچ دیگه بیشتری یعنی اینجا گویا کاربردی مشتقات قسمی در تحلیل دیفرانسیال است و
و ما این قسم مشتقات قسمی رو به کار می‌بندیم برای به دست آوردن دیفرانسیال تم. دیفرانسیال تم یا دیفرانسیال ها بیشتر برای محاسبه خطاها در برآورد مسائل انجینری کار می آید. خطاهای مطلق و خطاهای نسبی، بحث محاسبات تقریبی از این قبیل گپ ها. و حال ما بس وارد بحث توابع زمینی هم می شویم. توابع زمینی را شما در باز هم مشتقگیری توابع زمینی را دیده بودیم. اما روش های یک دو روش وجود داره. ما اینجا فقط یک فرمولش را میتیم و به او چی میکنیم؟ تحلیل میکنیم. اگر ما این یک معمولاً این یک قسم یک تابع داده شده این منوشته میکنم f x و y، این یک قسم یک افاده مساوی به صفر، ده اینجا y تابعی از x است، y تابعی از x است، این یک قسم. اما به این شکل داده شده، یعنی به این یک معادله داده شده در یک سمتی رابطه، یک معادله دو مجهوله. گاهی اوقات ما اکس و وای را به شکل سری از هم جدا کرده نمیتونیم، اما مشتقی وای این مشتقی وای نظر به اکس چطور پیدا میشه؟ این یک فرمول وجود داره. این تابع میبینید به شکل یک تابع دو متحول از سمت چپش یک تابع دو متحول است، اما وای تابعی از اکس است. این چقدر مقبول است؟ این منفی مشتقی زید نظر به اکس بر مشتقی زید نظر به وای. اینجا ده این فرموله کاربردش در حقیقت کاربردی مشتقات قسمی است در محاسبه مشتقی زمینی، مشتقگیری زمینی. حالا من یک تابع نوشته میکنم، یک این ای قسم یک تابع زمینی. ای حالت سری هست، ای حالت زمینی. بعضی معادلات ما حالت سریش رو پیدا میکنیم، اما بعضیش امکان نداره. من یک ساده حالتش رو نوشته میکنم. x مربع جمع y مربع منفی 4 y مساوی به صفر. این اینجا ما شکل ساده ایش رو نوشته کردیم. اما اینجا هم شاید ما نتونیم این امیر y از جنس x به طور سری بنویسیم. لحاظه ما به شکل زمینی مشتق میگیریم. اگه داده شده باشه این ازی چی خواسته از شما؟ گفته اگه تو به این قسم داده شده باشه شما مشتق وای ره نظر به اکس، مشتق وای ره نظر به اکس بنویسیم چند میشه؟ این ای رقم. بسیار خوب، حالا پس ما چی کار میکنیم؟ اول تابع زید ره بیاند این وضعی تابع زید، چون اینجا ما زید رو آوردیم، این ای رو نوشته کنیم. تابع اف کلان رو نوشته کنیم. اف کلان این و ای رو میتونیم به این شکل هم بنویسیم، ساده تر میشه. منفی اف نظر به اکس اف نظر به وای به این شکل. حالا ما این فرمول اول نوشته میکنیم. اف کلان کدام است؟ اف کلان اینجا است. این ای هست، این می تابع هست اف کلان. این حالا ما مشتق پیدا میکنیم نظر به وای را نظر به اکس. اول ما نوشته میکنیم که چیزی که خواسته شده دی وای بر dx. این حاله ای را میفهمیم، ای را میفهمیم که فرمول این قسم است. اول نظر به x مشتق میگیریم، باز بعد نظر به y. حالا چی او رقم نوشته کنیم؟ چی رقم؟ منفی به حالت خودش. صورت چی است؟ صورت مشتق از این نظر به x است.
مشتق از این نظر وکس چند است؟ دو اکس است، دیگه ایش صفر است. این رو نوشته میکنیم دو اکس. و حالا نظر به وای چند است؟ دو وای منفی چهار. دو وای منفی چهار. این همی مشتق مطلوب است. بس خلاص. مشتق گیری زمینی این همی فرمولیش است و این هم مشتقش است. بازم تکرار میکنیم. اینجا مقصد ما کاربرد مشتقات قسمی است در مشتقگیری توابع زمینی. بحث جالبی است. در بسیاری اوقات این توابع قسم داده شده. بازم تکرار میکنه. وای اکس مربع جمع وای مربع منفی نو مساوی با صفر. اینو میبینیم. یک توابع زمینی است. اما وای توابعی از اکس است. ایره ما نمیتونیم به شکل سریع ارائه کنیم. اما یک در هر انتروال میتونیم یک انتروال پیدا کنیم که وای توابعی از اکس است. اما ایره اگر شما خوب دقت کنیم معادله دایره است. معادله دایره است و بازم در این وضع دایره ما یک کچلو رسم میکنیم. اینه. این دایره است. حال دایره شعایش اینه. آر است. اما شایزی مثلا نو است. اینه منشته میکنم نو نیست که سه است. شایش سه است. اگه ما محیط دایره در نظر بگیریم یک قسمتی از محیط بگیریم قیچی کنیم اینه این قسمتی شد. اینه دیگه انتروال یک تابع شده میتونه. اینه این قسمتی شد. بنابراین هر قسمت ما میتونیم قیچی کنیم، حتی نصفی دایره رو بگیریم از منفی تا نو یک تابع شده میتونه. هرچند که ایره ای قسم نشته کده میتونیم، ولی دو تا تابع از یک طرف پایین یک طرف بالا هزار حرفی دیگه از این پیدا میشه و ما نمشته میکنیم نو منفی وای ما اکس مربع این ای قسم این معادله رو ما این رقم هم نشته. اگه این رقم نشته کنیم این همه یه حالت سری میشه. اگه مشتق بگیریم ما میتونیم به میشه اگه مشتق بگیریم یعنی مشکلی نیسته. بیاین همین معادله را معادله دایره را مشتق بگیریم یعنی دایره را اگه ما منیست یک تابع زمینی وای تابع اکس مدی نظر بگیریم یعنی اینجا نوشته میکنم. مثال دوم این مثال تغییر میتیم. مثال دوم ما نوشته میکنیم اکس مربع اکس مربع جمعی وای مربع اینه منفی نو مساوی به صفر. یعنی اینجا ما میفهمیم که تابعی که ما مورد نظر داریم افی کلان کدام است؟ این این شکلش افی کلان است. آل ما این امیر مشتق بیرم از ما چی خواسته شده؟ مشتق وای نظر بکس این گویا امیر نظر بکس مشتق بیرم هزی هم مشتق گرفته میتونه منطقه اینجا جزو داره پس داره مشکلات داره مشکلات نداره ولی ازی اگه بگیریم ساده تر گرفته میشه. این دوباره می نوشته میکنیم مشتق وای نظر به اکس مثل میشه به منفی مشتق قسمی نظر به اکسی بعد مشتق قسمی نظر به وای البته از تابعی افی کلان. پس ای مثل دی میشه بده منفی آل منفی که نوشته میکنیم این نظر به اکس چند شد؟ دو اکس. نظر به وای چند شد؟ این دو وای. این مساوی میشه منفی اکسی بر وای. یعنی مشتقش هم به شکل زمینی داده شده. خوب متوجه بشه به استابه دو متحول داده شده و اینجا باز ایرام امکان داره تحت شرایط خاص یادم بتونه تعویض کنه وای را از جنسی اکس نمه مخرج اگه این را نوشته کنیم وای نوشته میشه. خوب به هر صورت ما از این امتو یادآوری شده کرده بودیم. حال بحث دو آخری ما هست یاکوبیان یا متریکسی یاکوبی و به این تختیر فعلا پاک میکنیم. اما بحث یاکوبیان هم مهم است. ما اینجا تنها از تابعی دو متحول را شون متریکسی یاکوبی و دیترمینانت یاکوبی در بررسی و تعویض در انتگرال های دوگانه کاربرد داره در انتگرال های چندگانه. پس بفهمیم متریکسی یاکوبی و دیترمینانت یاکوبی چی هست و این هم مسئله پیچیده نیست. پس نوشته میکنم اینه دو تابه اینجا
خب متوجه باشین که ما این قسمی از تابره تحلیل میکنیم. این تابره میگن تابه ویکتوری. این تابره اگر اینجا داشته باشیم اف کوچک یک از اکس و وای باز اف کوچک دو از اکس و وای، بعضن ایره یکش اف میگیرن یکش جی میگیرن، میشه که اف و جی بگویم و ایره این شکل هم نوشته میکنن اف کوچک امرای ضربی آی به شکل ویکتوریش اف کوچک دو ضربی جه. این ای تابه ویکتوری است که ما بعدا در درس‌های آینده تابه ویکتوری را معرفی میکنیم، یا ساحه ویکتوری، تابه ویکتوری، تابه ویکتوری. میبینید تابه ویکتوری چند متحول است؟ دو متحول. چند تابه است؟ دو تابه است. پس از آر این ای تابه اف ای دو تابه است که از آر دو بروی آر دو، از رو مستوی و روی مستوی تعریف میشه. این حاله اگر ما یه تو نوشته کنیم دی اف، این همی چیزی که من نوشته میکنم ماتریکسی یاکوبیان میگن، یاکوبی. اینجا یک کمی مدو چاری ولوله هستم که ایره بگیریم اف یک و اف دو بگیریم یا اف کوچک و جی کوچک بگیریم. بیان به خاطر بیروبار خیلی نشده باشه ما امیره جی میگیرم، اف و جی. اینجا امیره جی میسازم، خاطری که اندکس پندکس شیاد شد باز یک کمی این ای رقم. این حاله ای چی طور است؟ این رقم است اف نظر به اکس، اف نظر به وای، جی نظر به اکس، جی نظر به وای. این یک متریکس با است. این متریکس متریکسی یاکوبی میگن، متریکسی متریکسی یاکوبی یا جاکوبی، یاکوبی. یاکوبی یک ریاضیدان بوده و ما و شما یعقوب میگوییم، اما دیگرها یعقوب، یاکوبی. چنین نام های زیاد است در جهان، مخصوصا در جامعه یهودیا. و یاکوب یک ریاضیدان اروپایی بوده و همین متریکس و دیترمینانت متعلق به کارهای او هسته. اما ناگفته نمانه که ما این قسمم نوشته کرده میتونیم دی اف بر دی اکس، دی مشتق اف نظر به وای، مشتق اف نظر به، مشتق جی نظر به اکس، مشتق قسمی جی نظر به وای. این ایکس و دی ترمینانتیشه ما این قسم نوشته میکنیم. دی ترمینانتش هم یک سیمبولش یادیم نرفته باشه، من اینجا سیمبولش تقلید کنم. ها بله، جاکوبیان اصلا ایره میگن، اینه دی ترمینانتش نوشته میکنن جی از اف و جی از اکس و وای. این از نام جاکوبی. یا و ج به هم دیگر در زبانهای بعضی زبانهای خارجی مخصوصا جرمنی و یا فرانسوی یا روسی بعضی وقت بعضی ج و یا یک رقم تقریبا بعضی وقت شبیه مثل جاکوبی، یاکوبی، یاسمین، جاسمین. از اون خاطر این معنای از نام جاکوبی یاکوبیان است و این یعنی این قسم دیترمینانت است. این ای دیتر، کدام دیترمینان؟ دیترمینان تیه نمی ماتریکس. این نوشته می کنیم اف اکس، اف وای، جی اکس، جی وای. اگه این را انکشاف بتیم قطرهایش با هم دیگر زرد میشه. اف اکس،
جی وای منفی اف وای جی اکس این اکس این امیر محاسبه میکن. این در تعویضی متحول در انتگرال های دوگانه و سگانه و چندگانه اینمی متریکس یاکوبیان خیلی کاربرد داره. اما اینجا مشکل نیست. دریافت دیترمینانت یاکوبی متعلق است به کاربرد مشتقات قسمی. مشتقات قسمی اول. حالا من یک مثال نوشته میکنم. اینجا نوشته میکنم. مثال این ای رقم نوشته میکنم. افی. x و y مساوی است به x مکعب y ضربی y جمعی x y مربع ضربی j. این دو تابه. ولی این تابه را میتونه آدم به شکل بین یک قوس نوشته کنه. دو مرکبه داره. اما در جبر ویکتوری این رقم ارائه میشه. این رقم کمی امکان داره راحت تر باشه، جای کم تر بگیره از این قبل گپ ها. و حالا چی خواسته شده؟ این از اینجا خواسته شده که شما جاکوبیانی اف و جی را نظر به اکس و وای اکس و جی اف و جی را اف و جیر نظر به اکس و وای این پیدا کنین چند است. در قدم اول ما رسن نوشته می کنیم. این ما نوشته می کنیم بازم اف و جی اکس و وای. یعنی ببینید دو تابه است، دو متحول است. آله ما ایره اول میتونیم این امی رقم نوشته کنیم. این ای رقم نوشته کنیم اف ای اکس اف ای وای جی اکس جی وای این آن این ده جای اف ای اکس چند وضع کنیم؟ تابه اف نمیست. این ای تابه اف است. ای کدام تابه است؟ تابه جی است. این مرکبه آی اف است و مرکبه یا مؤلفه جی مربوط ضریبی جی جی است. این حاله مشتق از این نظر به اکس چند میشه؟ سه اکس مربع وای. این نوشته میکنم سه اکس مربع وای. حاله مشتقی از این نظر به وای چند میشه؟ وای از بین میره اکس مکعب. این اینجا نوشته میکنم اکس مکعب. آله جی نظر به اکس، این نظر به اکس چند میشه؟ وای مربع. حال این نظر به وای، یعنی جی نظر به وای، نظر به وای چند میشه؟ دو اکس وای. دو اکس وای. این دیترمینانت اگر شما خواسته باشتن دیترمینانت هم نوشته کنید که فرق میکنه. اما وقتی که محاسبه میکنید در مسائل محاسبوی فیزیکی و انجینری شما مکلف هستین تا آخر محاسبه کنید، قیمت گذاری کنید، برآورد کنید، نتیجه رو پیدا کنید. اما در یک سوال ریاضی که استاد ریاضی از شما پرسان میکنه میگه دیترمینانت یاکوبی این امی دو تابره، این امی تابره پیدا کنید، شما امی رو نوشتن بگید که فرق میکنه. اما حالا قیمت دیترمینانت چند میشه؟ قیمت دیترمینانت این دوتا رو ضرب میکنیم. حالا این دیگر بگیرم. یعنی این دوتا رو با هم دیگر ضرب میکنیم. دو سر شش شش اکس مربع ضرب اکس اکس مکعب وای مربع اکس مکعب وای مربع دیگه ایش ضرب میکنیم. اکس مربع اکس مکعب وای مربع چیقه خوب. حال ای هم شد اکس مکعب وای مربع منفی اکس مکعب وای مربع. یک دفعه دیگه هم چک میکنیم که ما اشتباه نکرده باشیم. دو سر شش اکس مکعب وای مربع اینجا هم اکس مربع وای مکعب
این حال بار دوم، این دو تا رو از تفریق میکنیم. اگر شش دانه از افاده آخه این افاده است، از شش دانه از یک دانه از کم شود، پنج دانه از میمانه. اینو میره به رنگ دیگه نوشته میکنم، پنج دانه x مکعب وای مربع. این همی چی کاره است؟ این همی عبارت ژاکوبی است. یعنی اینجا نوشته کردیم، خب بازم اگر اینجا نوشته کنم این همی ژاکوبی مطلوب این ای است. اینجا میبینیم هم متریکس هم دیترمینانت به طرف دلچسپی ما دیترمینانت است، چون دیترمینانت کار میایه، هر دیترمینانت از یک متریکس پیدا میشه، بنابراین یک متریکس دوی در دو. اما توابع سه متحول باز متریکس ژاکوبی سه در سه میشه و در توابع مختلف تغییر میکنه. اما یه توابعی که ما تا اینجا داریم فقط هدف ما توابع دوی در دو است. در توابع دوی در دو متریکس ژاکوبی اینه میشک نوشته میشه. درس چهارمی ما حرف آخری ماییست که مربوط میشه سه مفهوم: دیفرانسیال تام، مشتق گیری توابع زمینی و یاکوبیان. و ما تکرار میکنیم این درس ما الگویی و سایه از درس هفته قبل است که ما بحث‌های پرکتیکیشه، بیشتر مثالشه و تطبیقشه در نظر گرفتیم در هر بحثش. این بحث آخرش بود، دیفرانسیال تام و مشتقگیری. و کلی بحث مربوط میشه توابع چند متحوله، توابع دو متحول از چند متحوله، مشتقات قسمی، دیفرانسیال تام، مشتقگیری ضمنی اینه و یاکوبیان. و همچنین بحثی که قبلا در مرکبه های ساعت دیگه گفتیم پیشتر، اینا همه مربوط میشه به درسی ریاضی هفته دوم ما که 4 ساعت